محمد شاه قاجار پایان فتح چطور محمد شاه قاجار اینو تعامل میکرده؟ محمد شاه قاجار رو کافر میدونسته. میدونید که محمد شاه قاجار تنها پادشاه غیر مسلمان ماست، یعنی کسی است که اصلا دینی نداشته، یعنی صوفی بوده. بله صوفی بوده، صوفی بوده و خیلی ها دربارش میگن اصلا با پایبندی های استوار دینی نداشته و خیلی از روحانیون فتوا داده بودن که او کافر است و حتی انگلیسی ها از این بی ایمانی او استفاده میکنن در جریان، حتما در یه برنامه دیگری باید با شما صحبت کنم، در جریان هرات برای که او میرفته هرات رو بگیره برگردونه به ایران، همین شفتی فتوا میدهد که این جنگ ما مسلمانان نیست و پادشاه مملکت همین هایی که جنگ قبلا فتوا برای جنگ ایران روس داده بودن، این جنگ از اون جنگ هایی نیست که ما علما طرفدارش هستیم و عملا پول گرفته بوده، یه پول کلانی از بریتانیا میگیره، خیلی اهل پول بوده و فتوا میدهد و خیلی های دیگر هم در این فتوا شرکت داشتن که عملا به کمک این فتوا هستش. و سرنوشتش چی میشه آقای امینی؟ بله سرنوشت شفتی چی در به مرگ طبیعی میمیره. عجب بابا. بله به مرگ طبیعی در سن اشتباه نکنم حدود 80 سال زندگی میکنه و میمیره و این دسته های لوتی که دورش بودند، الواتی که به قول معروف امروز میگوییم دورش بودند، اینها نیروی ضربتی نه تنها او بلکه بسیاری از روحانیون و برجسته شهرهای مختلف ایران در دوران قاجار به شمار می آمدن و اصلا اونها یک از طریق این لاتها، از طریق این اوباش که خیلی هم ادعای مذهبی می کردن، اینها شهرها رو قرق می کردن، از دست حاکم خارج می کردن. نجفی به خصوص که اشاره کردین، آقا جان نجفی قدرت قضایی رو از دست دولت قاجار خارج میکنه، یعنی حتی ظل السلطان با اون قدرتی که داشته در مقابل آقا نجفی اصفهان رو نمیتوانست از لحاظ قضایی اداره بکنه و مجبور میشود با او کنار بیاید. چنین توانایی داشته چون اونها داروغه داشتند، اینها اوباش داشتند و این ادامه پیدا میکنه در سالهای پس از اون، در دوران حتی بعد از شهریور 20 پیرامون آقای کاشانی و فدایان اسلام، اوباشی که بودند، اوباش بسیار فعالی بودند، لاتهای بزرگ تهران، برجسته تهران پیرامون آقای کاشانی و فدایان اسلام جمع میشند و از جمله تا شعبان جعفری در آغاز کار در بیت آقای کاشانی بوده و دیگر لاتهای اصلی تهران، اون آدمهای مشهور صاحب نامی که وجود داشتند، حاج ناصر حسن خانی، ناصر جگرکی بهش میگفتن، حسین اسماعیل پور به نام حسین رمزون یخی، حاج اسقر استاد همون اسقر سسکی، طیب میرطاهری و خیلی دیگه همون که بعدن معروف شد به طیب حاج رضایی، اینها جزو کسانی بودن که پیرامون خانه روحانیون میگشتند و دسته های ضربتی اونها به شما میدن. آقای امینی همه مراجع تقلید دستلات های خودشون رو داشتن؟ حتی آقای بروجردی. عجب. حتی آقای بروجردی آدم های خودشو داشته. اجازه بدید اشاره کنم به این موضوع. وقتی در اردیبهشت سال 1129 بر سر موضوع آمدن جنازه رضاشاه، میدانید که جنازه رضاشاه در مصر به امانت بود، بعد از اینکه او در جوهانسبورگ درگذشته بود جنازه را آورده بودند در مصر و او رو دفن امانتی کرده بودند و قرار بوده که او رو بیاورند و در جایی که قبلا تعیین کرده بودند در شهر ری اونجا دفن کنند و شرایطی بالاخره فراهم می شود و این جنازه رو وقتی به ایران می آورند دار و دسته فدایان اسلام قوغا می کند که این جنازه نباید به قم برود و هیچ یک از روحانیون نباید در قم بر این جنازه نماز بخوانند و حتی می روند و جلسه درس آقای بروجردی رو، خب اینا هم لات بودند دیگه، اینا طلاب بزن بهادر بودند، میرن جلسه درس آقای بروجردی رو به هم می ریزند، تو اونجا اعلامیه پخش می کنند چون
میگفتن که چرا ایشان نسبت به این موضوع اعلام موضع نمی کنه. آقای بروجردی هم اونم یه ده از آدم های خودشو داشته، 3-4 تا بزن بهادر گردن کلفت آمده از بروجرد رو داشته. اون دسته لات های اون یا بزن بهادر های اون مال قم نبودند، اهل بروجرد بودند، لور بودند. منظورم توهین به همیهنان لور نیست، ولی خب آیت الله بروجردی لور بوده، از بروجرد آمده بوده. اینا 3 نفر آدم رهبر داشتن در اون دسته اوباش پیرامون آقای بروجردی. آخوندم بودن، نه اینکه معمم نبودن، ولی بزن بهادرهای آخوندی بودن که نقش شبه به هر حال بزن بهادر یا اوباش شبه نظامی با میگن شیخ اسماعیل ملایری، شیخ عبدالرحیم بروجردی و فرد معروف اونها که در تاریخ معاصر ایران خیلی نامش برده شده، فردی است به نام شیخ علی الشتری، معروف به شیخ علی لور. این شیخ علی لور هست که میرود و واحدی رو کتک میزنه و دست او رو میشکنه و فدایان اسلام رو از قوم بیرون میکنن، چون آقا گفته بودن که اینها مخل نظم حوزه هستند و دین و ایمانی ندارند و اینها را از شهر بیرون میکنند. یکی از کسانی هم که از این شهر بیرون میکنند کتک مفصل میزنند یک طلبه‌ای بوده خیلی خیلی پرخاشگر به نام سید هاشم حسینی. این البته بعدها از فدایان جدا میشه، ولی سالیانی بعد 35 سال بعد از اون در سپهر سیاست ایران با عنوان حجت الاسلام المسلمین سید هاشم حسینی تهرانی که بعدها خیلی هم مقام پیدا کرد در آغاز انقلاب، به سیاست ایران برمیگرده. و این به هر حال غرضم این بود که در تاریخ ایران حالا با شتر و اسب این اوباش به میدان نمی آمدن، گاه هم با موتورسیکلت و سوار بر جیپ و اینجور چیزها برای کارهای دیگه به میدان می آمدن، ولی بیشتر بزن بهادرهایی بودن که پیرامون خانه علما جمع بودن و در مواقع لازم پیرامون خانه دیگران هم جمع می شدن. آقای امینی، امروز این لاتولوتا یا به قول شما اوباش چه پیوندی با دولتیان کنونی دارن؟ سر کارن قربون. بسیاری از اینها به قدرت رسیدن. فکر نکنید که نگاه اگر به ترکیب آغازین دولت در ایران بکنید، خیلی از اینها به قدرت رسیدند. بعضی از اونها به نام مداح و دسته های گرداننده عزاداران و گرداننده مساجد و کارهای دیگر هنوز در میدان هستند و رهبری میکنند نیروهای سرکوبگر رو اگر لازم باشد، و به ویژه در شهرهای کوچک دارای امکانات گسترده هستند. منتها تفاوت امروز با سالهای گذشته در این است که در گذشته این لات‌ها و اوباش باید میرفتن و از راه ضرب و شتم مردم و باج گرفتن زندگی میکردن، یعنی از اونها در واقع پول میگرفتن، بخشی از این پول رو هم شاید به علما میدادن. امروز نیازی به این کار ندارند، باج مجبور نیستن بگیرن، اینها حقوق بگیران دولت هستند. دولتی است که به هر حال دست کم در 4-5 سال گذشته رسما اوباش رو به قدرت رسونده، به جایگاه بالا رسونده. گذشتم همین طور بوده، ولی خب مثلا این آقای عراقی که جزء بیت آیت الله خمینی بود و مشاور و یار نزدیکی ایشان به شمار می آمد و عضو شورای انقلاب شد و در پاریس کنار آیت الله خمینی بود، جزء همین بزن بهادرها، همین که ترورش کردن، همین که ترور کردن، بله، این جزء آدمهای اولیه فدایان اسلام بوده، آدم نزدیکی بوده با مثلا کسانی مثل حاجی خداداد که یکی از آدمای اصلی میدوندار ایران بوده که خیلی هم کم اسمش هست، ولی تمام جاهل‌های تهران زیر سایه اون بودند. میدان تره و دیگر میدان‌های اصلی ایران رو همین حاج خداداد اداره می‌کرده و بله من دیده بودم، بله، طیب و همین رمضان یخی و دیگران از کسانی بودند که براش کار می‌کردند و اینها در واقع نزدیک بودند به دلیل باورهای دینیشون، خیلی نزدیک بودند با روحانیون، از جمله همین آقای عراقی که آدم بسیار باورمندی به
مهدی عراقی؟ مهدی عراقی، حاج مهدی عراقی، بله. بعد از انقلاب یه اعلامیه علیه من داد. چند تا مقاله من نوشته بودم. خب. همین یه اعلامیه علیه من داد، یه دفعه براتون میارم میخونم. آقا شانس آوردید، زنده از دست این آدم در. بله. بعد شما بخوانید این کتابی که دیگه جمهوری اسلامی اجازه تجدید چاپشو نمیده، به نام ناگفته ها. مال همین گفتگوهای مهدی عراقی در پاریس، موقعی که ایشان در نوفلوشاتو دانشجویان اسلامی باش مصاحبه کردن، این کتاب منتشر شده. واقعا مو بر تن انسان سیخ میشود وقتی این کتاب رو میخواند، ولی این کتاب رو اجازه تجدید چاپ در ایران ندادن. علیه فدایان اسلام شنیدن، انتقاداتی هم به فدایان اسلام کرده، گفته مثلا در اونجا که اینها لات و لوت بودن، بعد ازش سوال کردن راجبه آگاهی رهبر فدایان اسلام نواب صفوی به زبان عربی. خب گفته این چند کلمه هم میتونه گله هم بکند. خب این به هر حال با همه ادعاهایی که اون میکرده که سالها درس دینی خوانده در تضاد بود، آدم عجیبی بود. ولی غرضم این استش که پرسیدید که لات و لوت های دورهای گذشته الان چی شدند، در قدرت هستن قربان. آقای امینی، شما درباره همریشه بودن لات و لوتی تحقیق کردین به راستی؟ من نکردم، ولی یکی از پژوهشگران خیلی خیلی سرشناس مربوط به ایران که یک هلندی است، فلر. فلر در واقع تحقیقاتی که کرده است، او میگوید که در واشنگتن به سر میبرن؟ نه خیر، نه، ایشون در هلند هستند و تا اونجا که اطلاع دارم خیلی پرکارم هستش در زمینه مسائل ایران. و او میگوید که، و درستم هست، یعنی من هرچی نگاه کردم میبینم که خیلی نزدیکی بین واژه لات و لوتی وجود داره، اگرچه یکی با یعنی نوشتن اونها متفاوت است، ولی او میگوید که لات و لوتی از یک ریشه هستن، همون لوتی ها و جوان مردان به تدریج انحطاط پیدا کردن و به لات ها تبدیل شدند. و تا حدودی هم شاید بتوان این خط رو در تاریخ ایران نشون داد و جای اون هست در واقع کسی یک پژوهش گسترده‌ای در مورد نقش همین نوع اوباش در تاریخ معاصر ایران بکند و سندی در این باره یا نوشته‌ای در این باره منتشر بشود. آقای امینی عزیز، خیلی ممنونم ازتون، اطلاعات بسیار جالبی بود. اسامی این رهبران الوات رو از کجا پیدا کردیم؟ تاریخ آمده؟ نه خیر، اینجا اونجا در واقع آمده دیگه، یعنی بعد از صحبت با افراد میشه اینها رو در واقع پیدا کرد و در بعضیش در بعضی از تاریخ ها آمده، ولی در واقع خیلی پراکنده هستش این اطلاعات و یک جا جمع نیست. اما میتوان در نگاه به تاریخ این اسامی رو کنار هم قرار داد و از جمله مثلا برادران رضایی، برادران همین طیب و دیگری کسانی که به هر حال درگیر بودن. البته خود جبهه ملی هم یکی از این آدم ها داشت، ولی آدم بسیار شریفی بود به نام عبدالله خان قصاب که در یه زد و خوردی با شعبان جعفری و یارانش چاقو زدن به سرش و تا پایان کار، این تا پایان زندگی، این بخشی از تیغه چاقو در کلش بود، در یعنی وارد شده بود اصلا در مغزش. همه گروه ها به هر حال داشتن از این دار و دسته ها. خب خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید، تا هفته آینده. سپاس گذارم. Back to